در اینجا چهار افاده متفاوت داریم و من از شما می خواهم که ببینید کدام اینها مساوی به منفی 2/3 می شود. و توصیه می کنم ویدیو را متوقف ساخته خودتان کوشش به حل این کنید. اول از این افاده شروع کنیم. اینجا یک برنو داریم و با آن 5 برنو را اضافه می کنیم. چند دانه 9 مسه خواهیم داشت؟ خب 1 برنو داشتیم و 5 برنو را علاوه می کنیم پس 6 برنو می شود. اگر از یک چیز 1 دانه داشته باشیم و 5 دانه دیگر علاوه کنیم 6 می شود. پس در این صورت اینجا 1 دانه 9 مسه داریم و 5 دانه دیگر علاوه می کنیم. حال آیا می توانیم این را ساده تر بسازیم؟ هم 6 و هم 9 قابل تقسیم بر 3 است. هر دو را به 3 تقسیم می کنیم و می بینیم که کسر ساده تر خواهد شد. 6 تقسیم بر 3 مساوی به 2 می شود و 9 تقسیم بر 3 مساوی به 3 می شود. از اینجا 2/3 به دست می آید ولی ما کوشش به حاصل کردن منفی 2/3 باید کنیم. پس این مساوی به منفی 2/3 نمی شود. پس برای این نخیر می نویسیم. حال این افاده را می بینیم. کمی جا ایجاد می کنم. در اینجا ما منفی 1/6 مثبت منفی 1/2 داریم. می توان آن را به عین شکل دید. چرا که در اینجا منفی در مقابل تمام 1/6 است. و در اینجا هم منفی در مقابل تمام 1/2 است ولی این همانند منفی 1/6 جمع منفی 1/2 منفی 1/2 هم مثل منفی 1/2 است. این یک طریقه فکر کردن با آن است و دلیل اینکه چرا این کار را کردم این است که حال در جریان ساده ساختن منفی های ما صرف در صورت است. پس وقت 2 کسر را جمع می توانیم که مخرج های آنها یکی باشند. و ما می بینیم که 6 چند برابر 2 است. پس این کسر اول را همین طور می گذاریم. دوباره به شکل منفی 1/6 نوشته می کنیم. و کسر دوم را می توانیم به شکل 1 عدد/6 نوشته کنیم. برای اینکه از 2 به 6 برسیم باید با 3 ضرب کنیم. صورت را با 3 ضرب می کنیم. منفی 1/3 مساوی به منفی 3 می شود. اگر ما منفی 1/6 داشته باشیم و با آن منفی 3/6 را علاوه کنیم این مساوی به منفی 1 جمع منفی 3/6 می شود که آن هم مساوی به منفی 4/6 می شود. حال آن را اختصار کنیم. هم منفی 4 و هم منفی 6 هر دو قابل تقسیم بر 2 است. در صورت ما منفی 4 را داریم که تقسیم 2 شده و حاصل آن منفی 2 می شود و 6 تقسیم 2 مساوی به 3 می شود. پس این منفی 2/3 است. که آن هم یعنی منفی 2/3 و این همان عددی است که باید پیدا می کردیم. پس این افاده مساوی به منفی 2/3 است. حال این را می بینیم. ما منفی 1/3 داریم که ضرب منفی 2 می شود. وقتی که منفی را ضرب منفی کنیم حاصل آن مثبت می شود. پس این یعنی مثبت 1/3 ضرب 2. یک راه که به این فکر کنیم این است که این به معنای 1/3 ضرب 2 است که آن هم عین چیز می شود. ولی چندین راه برای این وجود دارد که اگر 1/3 داشته باشیم و آن را ضرب 2 کنیم حاصل 2/3 می شود، یعنی 2/3 به دست می آید. و راه دیگر این که این مساوی به 1/3 ضرب 2/1 است
و می دانید که حتی اگر دو کسر را ضرب کنیم که در این حالت این هم دو کسر گفته می شود، ما صورت ها را ضرب می کنیم. پس این یک ضرب دو بر حاصل ضرب سه و یک که در مخرج اینها است نوشته می شود. در هر دو صورت حاصل این دو کسر مثبت دوی بر سه می شود. منفی ضرب منفی مثبت می شود. پس این مثبت دوی بر سه می شود، نه منفی دوی بر سه. پس این هم مانند اولی نه خیر، مساوی و منفی دوی بر سه نیست. حال این را امتحان کنیم. منفی یک بر سه تقسیم نیم. اگر ما کسر را تقسیم کسر کنیم، اینجا نوشته می کنم منفی یک بر سه تقسیم یک بر دو. رنگ ها را اصلاح می کنم. مساوی و ضرب معکوس آنها می شود. و این مساوی به چند می شود؟ می توان آن را حد زد. منفی یک بر سه را می توان به شکل منفی یک بر سه نوشت. این کمک می کند که موقعیت علامات را تعقیب کنیم. این را هم به شکل منفی یک بر سه نوشته می کند. پس صورت ما می شود منفی یک ضرب دو. وقتی دو کسر را ضرب می کنیم، دو صورت را ضرب می کنیم که صورت کسر معلوم شود و این بر مخرج 3 ضرب 1 است. در اصل لازم نیست این مراحل را انجام دهیم، ولی من به خاطر بهتر فهماندن این کار را می کنم. این مساوی به منفی 1 که مساوی به منفی 2 می شود و 3 ضرب 1 که مثبت 3 می شود. منفی 2 بر 3، خب این عین منفی 2 بر 3 است. پس این هم درست جواب داد. این مساوی به منفی 2 بر 3 است.